بله، ما خدا سلام عرض میکنم خدمت همه شما بیننده های عزیز تلویزیون جهانی آریانا، مخصوصا شما که از کانال یوتیوب برنامه های ما را دنبال میکنید. امروز آمدیم به یکی از آرایشگاه های مردانه در شهر هرات و در مورد تیپ و بسالا استایل و آرستگی جوانان و علاقمندی جوانان به تیپ و استایل بیشتر هم کلام بشیم با شما و بیشتر با شما خوبان صحبت میکنیم. در این آرایشگاه مردانه که حضور داریم، شماری از جوانان میبینیم اینجا آمدن و منتظر هستن تا اینکه نوبتشان برسه، و از طرف دیگه هم دوست ما اینجی مصروف هستن که میایم با اینا هم کلام میشیم و در مورد فعالیت های اینا بیشتر میپرسیم. سلام، وقت شما بخیر. خوبه؟ سلام، شما معرفی بکنید؟ رامین صدیقی. آقای صدیقی چند سال مصروف حرفه آرایشگری هستن؟ کلن 4 سال. بله. خیلی خوب. و چند وقت اینجا دکان داریم؟ 2 سال تقریبا. بله. چگونه علاقمندی جوانان هرات به آرستگی، به تیپ، آیا افزایش یافته یا نیافته؟ نسبت به 2 سال قبل خیلی بهتر شده. مثلا 2 سال قبل که بود بچه ها می اومدم اسلام می کردم، به طوری که مثلا خیلی فشن نبود، خیلی ساده، تقریبا میشه گفت اجازه خود نداشتم. و حالا در تیزی 2 سال خیلی پیشرفت کرده و چهار نسبت به قبلا آرایشگاه بیشتر میام. تقریبا هفته 1 بار 100% میام اصلاح سر و ریش، و ای که حالت ها خورم هر 1 روز در میون میام انجام میدم دیگه. خیلی عالی. میشه مصروف هم باشیم، من تا خود شما هم کلام میشیم قصه میکنیم. بیشتر چی تیپ های جوان های ایراد الگو برداری میکنن؟ فعلا که اصلاح مد شده به اسم سایه، مثلا دور سر سایه میزنیم و خط ریش سایه میندازیم و 1-2-3 خط هم دور بر نمایشی انجام میدیم. باز الگوی از اونا از کجا یا کدام کشور های؟ الگو از اونا بیشتر سایه ها داخل هرات اروپایی فقط کار میکنم دیگه. سایه های هست مثلا آمریکایی که اصلاح موی بالا سر کوتاه‌تره، طور دیگه خیلی کار نمیگیرم بچه ها. بیشتر اونا کسایی که کلب میرم زیبای اندام اونا باز میوافر کمتر میکنم اسلام دیگه. تیپا ورزیشی هم هست؟ بله دیگه. فوتبالیست ها؟ خب فوتبالیست ها و بدنساز ها و کنفوکار ها اینا همه کلن گفتم سایه آمریکایی، اسلام آمریکایی میکنم، چون مدل مو آمریکایی کوتاه‌تر نسبت به اروپا. بیشتر با شما صحبت میکنیم، این جی دوستی هم آمدن و میشه مصروف باشیم، شما به کار خوب برسیم، معرفی بکنیم برار. سلام، وقت بخیر. سلام و احترام دارم خدمت بینندگان تلویزیون محترم آریانا. فریدون سروری هستم، باشنده نوع 5 ولایت هرات. آقای سروری، خوب آمدیم آرایشگاه. نام خدا خوشتی پم بشدن آقای سروری. قربان شما، هفته چند بار میاییم آرایشگاه و در کل چقدر علاقه داریم به آرستگی؟ در کل دودن ماه 3 بار 4 بار هفته 1 بار حتما میام، و ای جوان های راد باید همه گمی تا هفته 1 بار بیان، نظافت جز ایمان خیلی هم خوبه میاد. بسیار خوب. و دوست ما آقای صدیقی اشاره کردن که نسبت به گذشته تغییرات زیادی آمده، بیشتر مردم اهمیت میدن، و فکر میکنیم این ناشی از چی بوده بیشتر که حالا نسبت به گذشته بیشتر مراجعه میکنن؟ آیا بحث رسانه ها و بحث پیشرفت هایی که به هر حال در کشورهای دیگه میشه روی جوان هم تاثیر گذاشته یا نه؟ بله، 100% تاثیرات خورد داشته، خصوصا در ولایت هرات و کابل اینا بیشتر تاثیرات خورد داشته به حساب تیپ و سلمانی و فشن اینا. بسیار. چی مصروفیت داریم شما؟ خودم به شرکت دوایی دارم به شهر نایرس. و خب مسلما هم روزه با مشتریان مختلف سر و کار داریم، و کسانی که فرض مثال در چنین سمت های کار میکنن خب مسلما نیازه که بیشتر برای خب برسن. بله بله، 100% خصوصا کار دوا که هست که کار تنیستر رو خوب در باید باید حتما. پیام شما برای سایر دوستا چه هست؟ حالا یک برداشت اینه که میگم نیاز نیه که خیلی بریم به آرایشگاه و چنین برداشته، و یک برداشتی که میشه ای است که باید حالا بیشتر برای مرتب بودن و تمیز بودن چیز خوبه همیشه جوانا رسیدگی بکنه. نه، در کل ما خود ما طرفدار همی هستیم که با خود جوانا برسن و آرایشگاه حتما بیان. در کل ماه 2 بار یا 3 بار حتما با آرایشگاه بیان و خود برسن. ما خود پیام به جوانا نمینه. تشکر. خب بیشتر باز با آقای صدیقی هم کلام میشیم، به سراغ دوستا دیگه خواهم میریم که اینجا هستند، و یک تعداد از دوستا فکر کنم به نوبت ششته، اگر اجازه بدیم من کنار شما بشینم.
خود شما قصه کنیم. شما خوبین؟ خدا رو شکر. خوبم، سلام علیکم. نام شما؟ متین. بسیار خوب. متین جان، شما کار آرایشگری میکنیم یا اومدین برای اصلاح؟ من خود کلم بخوام بگم که من خود من اینجا مصروف به کار هستم، آرایشگری میکنم. خیلی عالی. چند سال میشه مصروف؟ من دیگه خیلی کم میشه، من یک تقریبا 3-4 ماه میشه من تازه اومدم به اینجا بگم مصروف به کار شدم. باز از خویشاوندای رامین جان هستم اینجا، بیامونم خودش هم کار شدم اینجا. من پیشنهاد دادم، من قبلا به دیگه چه کار میکردم پیشنهاد دادم، گفت که بیای آرایشگری شغل خوبیه اینجا هست، فعلا جوانا بیشتر شو میان مثلا اینجا اسلام میکنن، همین تیپ استایل اینا. تو هم بیام اینجا میبینی بیشتر آشنا میشی، دستت هم را بفته، کلا اونر خوب آرایشگری. و امروز خود صنعت مد و فشن در کل دنیا شما از طریق رسانه ها میبینیم که یک تجارت میشه گفت هست، یک بیزنس بسیار بزرگی هست که سرمایه های میلیون دلاری روی صنعت مد و فشن بند شده و حالا در افغانستان هم کم کم میبینیم حرکاتی در این زمینه شروع شده، در هرات حداقل. خب این یک مجموعه مد و فشنی هست برای جوانان که به هر حال الگوبرداری میکنن. میزان علاقه مندیر چیگونه میبینیم؟ مشتری ها چیگونه؟ یعنی هرچند در آستانه عید قربان هم قرار داریم، خب معمولا ایام عید که میشه بیشتر جوان ها سعی میکنن برای آرایشگاه. شکر خدا خوب اینجا مشتری ها خورده داره. تو مثلا نسبت به خودم شخصا که میبینم، نسبت به آرایشگاه که حالا فکر کنم فعلا از امی راسته کنم شما از امی چوک سینما که تامیز سره چارده مصفیت برین شاید بالای 60-70 تا آرایشگاه باشه، ولی داخل از آرایشگاه خودم شخصا که میام نکار تعریف باشه از آرایشگاه از خودم باشه، نه این مشتری های این بچه های که میاین اینجا علاقه مندی خونشی میدن. من خودم که میام اینجا میشینم، من خودم باید که تازه داخل آرایشگاه آمدم، ولی خب میبینم که جوان ها علاقه مندی خود بسیار زیاد نشون میدن. خیلی خوب. و از چی طیف های سنی هم فکر کنم بیشتر محصل های دانشگاه هم؟ درسته، بیشتر این محصل ها میام دانشجو های میام پوانتون ها میام به پوانتون میرن اینا که هست. کلن خیلی کم میان افراد میانسال، خیلی کم میان به اینجا. همین هم که به اینجا میان که مثلا بیشتر همی دوستا آشنا میان به اینجا میان که اصلاح کنن. همین افرادی هستن که همی بین 20 سال تا 25 سال پایینتر بالاتر خیلی کم میان. یک فشن دیگه هم اخیرا در بین جوانان هرات و در کل در افغانستان در کابل هم این موضوع هست، مد شده بس تاتو میباشه. بله. که دوست ما متین جان هم میبینیم که دست خود تاتو کردن. میشه در مورد از این بگیم چگونه هست در هرات؟ هم آیا این کار صورت میگیره یا نه و چقدر مروج شده؟ فعلا داخل می آرایشگاهی که فعلا که مثلا در سطح هرات مثلا بالاتر از آرایشگاه دیگه هستن، داخل هر آرایشگاهی که بریم تتوکار خود 100% دارن، 100% یک تتوکار خود دارن که چون بیشتر حال جوان ها که نگاه میکنیم به تتو روی آوردن، چون اونایی که مثلا تازه مثلا حالا خبر شدن از این تاتو که مثلا میفهمیدن قدیم که بود خالکوبی بود که به قول گفتن خالکوبی زندانی میگفتن که با سوزن میزدن، ولی حالا تاتو اومده مثلا داخل شهر هرات خود ما، حالا مثلا نمی تاتو اومده با دستکار راحت کاری که انجام میشه، نه درد داره نه چیزی، نه که تعریف بشه. ما خود ما شخصا و می داخل سالن خودم همین کار تاتو رو میکنیم. انشالله باز از تاتو هم حتما یک برنامه میسازیم. و متین جان تاتوی مقبولی زدم، بیشتر معنی از این و فلسفه از چی بوده؟ فلسفه خاصی والا حالا مثلا هر تاتویی که هر کی میزنه یک چیز پیش خود خود داره، ولی من شخصا همین می تر دیدم خوش کردم، همین تو شخصا خود مزدم. ولی بعضی مثلا جوان ها میان تاتویی که رو دست خود میزنن یا نمادی که میندازن باز پیش خود چه معنی خاصی داره. بله، ولی من از خود خوش کردم ایدرو زدم رو دست خواهم. تشکر است. قربان شما. سلامت باشید. خب تشکر بیننده های عزیز. من دوست دارم بشینم. یک دست به سر و صورت من بکشند و با پایان از اینکه یک اصلاح سر و صورت من بشه باز بیشتر سمید.
خب بیننده عزیز تشکر که تا این دم با ما همراه بودین. تشکر میکنم از رامی جان عزیز. دیگه خود شما تغییرات رو میبینین در ظاهر و خیلی زحمت کشیدن و امیدوارم که راضی بوده باشید. تشکر رامین جان. البته قضاوت میذارم خود شما قضاوت بکنه. خیلی خوب شد. 100% تغییر کردم. فقط همون یک کم تغییرات دیگه نیاز داره که انشالله در آینده با هم انجام میده. سلامت باشه. تشکر از شما. ممنون از شما. تشکر از همه شما بیننده‌های عزیز که با ما همراه بودید. انشالله که برنامه های ما را سابسکرایب بکنیم، لایک بکنیم و کامنت های خود در کانال یوتیوب با ما شریک بسازیم. همیشه با ما همراه باشید. وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.